سلام و عرض ادب خدمت دوستای عزیزم، طبیعت گردا و طبیعت دوستان و علاقمندان به خودروهای آفرودی دو دیفرانسیل. امروز دو تا از پیکاپ‌های محبوب کشور رو می‌خوایم مقایسه کنیم از نظر توان موتوری به همراه تجهیزات ایمنی و امکانات رفاهی و داخل کابینشون. KMC T8 محصول کمان موتور با یه موتور 2 لیتری 174 هست بخاری و 290 نیوتن متر گشتاور به همراه توربو شارژ و کلوت محصول مکس موتور با موتور 2.4 لیتری توربو شارژ با 215 هست بخار توان و 320 نیوتن متر گشتاور. هر دو خودرو از پلتفرم هایلوکس استفاده میکنن. خدمت شما از هر دو خودرو مجهز به قفل دیفرانسیل مکانیکی هستن و خدمت شما عرض کنم قابلیت های منحصر به فرد خودشون رو ارائه میدن. با ما همراه باشید. وارد کابین KMC T8 شدم. خدمت شما عرض کنم اولین چیزی که جلو توجه میکنه بزرگی کابینه. داشبورد جنس رویش از پلاستیک خشک استفاده شده، تو وسط از چرم با دوختهای قرمز استفاده کردن. این چرم و دوختهای قرمزشون روی صندلی ها و روی قسمت زیر آینجی درها هم میتونید ببینید. یه نوار نقره‌ای از روی در شروع شده روی داشبورد امتداد پیدا کرده تا درب شاگرد، همینطور روی کنسول وسط این نوار نقره‌ای شما میتونید ببینید. بزرگترین ضعفی که من از این کابین دارم میبینم مونیتور بسیار بیکیفیتش به همراه دکمه های ایرکاندیشن که عملا تو نور آفتاب کارایی ندارن، شما متوجه نمیشید که روشنن خاموشن. ایرکاندیشنش هم که به صورت دستی هستش. خدمت شما عرض کنم که دارید میبینید که دکمه ها چه خاموش روشنن میکنید، عملا شما اطلاعاتی نمیتونید بگید که روشنه یا خاموشه. سیستم دو دیفرانسیلش هم که از این قسمت میتونید تغییر بدین 2H و 4H و 4L. یه صفحه کیلومتر نسبت به این ماشین کوچیکی داریم اما اطلاعات کاملی رو بهتون میده. خدمت شما هستم شیشه‌های بالا بر چهار تا هم که روی در راننده دارید میبینید، همینطور باز و بسته درها و قفل شیشه‌های عقب. تنظیمات آینه و خدمت شما عرض کنم که توی قسمت زیر داشبورد قرار داره. بزرگترین ضعف دیگه این ماشین در مورد صندلیش میتونم بهتون بگم که صندلیش واقعا نشیمنش اصلا خوب نیست، مثلا صندلی کوچیکه برای این خودرو، تو طولانی مدت زانوها رو اذیت میکنه. نکته دیگه هم که بخوام بهتون بگم در مورد امکانات رفاهی این خودرو میخواستم براتون بگم. چارش برقی خدمت شما عرض کنم که قفل درها هم به صورت کلید روی در قرار گرفته. آینه های جانبی از اون وسط کنترل میشه. کروز کنترل، تنظیمات سیستم صوتی روی فرمون انجام میشه. یه کامپیوتر سفری هم داریم که دمش توضیح میدم خدمتتون. سیستم کیلس رو داریم، بود خروج بدون کلید انجام میشه تو این خودرو. گیرباکس شیش دنده دستی هستش. خدمت شما عرض کنم که کامپیوتر سفری اطلاعاتی مثل میانگین مصرف سوخت، مسافت طی شده و یه گزینه خوبی هم که داره TPMS یا هم سنسور باد تایر هاست، دما و مقدار باد هر تایر رو به ما نشون میده. نکته دیگه بخوام بهتون بگم، مانیتورش بلوتوث نویگیشن داره، آینه جانبیش دیده خوبی رو بهتون میده. مجهز به کنترل پایداری این ماشین دیدکنش دیدین توی این قسمت. خب اومدم روی صندلی عقب KMC T8. صندلی جلو رو با توجه به قد 185 سانتیم که تنظیم کردم، حالا توی عقب که نشستم به نظرم فضای کابین مناسبه.
شاید طولانی مدت خسته کننده بشه، اما آزاردهنده نیست. یه فضای کابین خوب رو دارم توی قسمت عقب نسبت به پیکاپ‌های دیگه که تو بازار هستن. ارتفاع سقفش مناسبه، دیدم به روبرو و بغل‌ها خوبه، نمره قبولی میگیره. واقعا وارد کابین کلوت شدن، اولین چیزی که به یا بهتر میگم اولین حسی که منتقل شد اون بزرگی کابین دقیقا مثل کنسی احساس میشه. فرمون و قربیلک بزرگتره تو دستره، مخصوصا برای یه ماشین که تو آفرود حرکت بکنه فرمون بهتری به نظر من داره. خدمت شما عرض کنم که نکته بعدی که خیلی جلب توجه میکنه حس لوکس بودن این کابینه، نه به خاطر متریالش، متریال دقیقا مشابه هم دیگه است، خیلی از نظر متریال با هم فرقی ندارم، داشبورد خشکه خدمت شما عرض کنم که، اما طراحیش به روستره. خدمت شما عرض کنم که یه مانیتور بسیار با کیفیت اندرویدی است با امکانات بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم که نور روزم داری کیفیتش رو میبینی، طراحی فوق‌العاده داشبوردش، ایر کاندیشنش بسیار با کیفیت، کاملا اتوماتیکه، یه مونیتور تی اف تی هم اونجا داره که اطلاعات رو میده، میتونی رو آفتاب کاملا چراغ کاملا مشخص برعکس کیفیتی. به محل قرارگیری هم بالای قسمت ایر کاندیشن گذاشتم، داره حالا گوشی هر وسیلی بگیم کنیم اونجا قرار بدیم. خدمت شما عرض کنم که کنترل ضبط و کروز کنترل روی فرمون قرار گرفته. برتری 602 کمتی باز کیلومتر با کیفیت تر، بزرگتر، دیده کامل تری رو بهتون میده. یه مانیتور تی اف تی با کیفیت هم وسط مانیتور کامپیوتر سفری قرار گرفته که اطلاعات کاملی رو میتونه بهتون بده. البته نسبت کمتی سیستم تی پی ام اس این خودرو نداره، به جاش صندلی راننده کاملا تنظیماتش برقی هست و شیش جهت شما میتونید این صندلی رو تنظیم کنید. جنس قربیلک چرم مصنوعی هستش. خدمت شما عرض کنم که آینه های جانبی کلوت نسبت به کنسی یک مقدار کوچیک‌تره، اما نه اینکه دید ناقصی بخواد به شما بده، تقریبا دید کاملی منتقل میکنه بهتون. میبینید دوخت قرمز و چرم مصنوعی هم روی صندلی ها و همینطور قسمتی از رودری ها قرار گرفته. اون نوار نقره ای هم به شکل زیبایی از روی درها حرکت کرده. چرم مصنوعی این بغل میبینید و تنظیمات شیشه بالا و روی در راننده، تنظیمات آینه جانبی خود رو ESP. من شما عرض کنم که کنترل نوره چراغ های پشت آمپر و کنترل ارتفاع چراغ های جلو رو میتونید از این قسمت تنظیم کنید. نسبت به KMC این دستگیره نگه دارنده تو آفرود بیشتر داره، تو KMC برای راننده این دستگیره نیست اما برای شاگردش هست. بعد خدمت شما عرض کنم اگه نکته دیگه میخوام بهتون بگم، به نظرم خیلی لوکس تره کابین این ماشین، اون حس لوکسیدان رو بهتون منتقل میکنه. حالا بریم تو قسمت عقب خود رو هم بشینیم بهتون بگم. وارد کابین عقب شدم، بازم تنظیم صندلی و با توجه به قدم جلو رو کامل انجام میدم. یه قسمت عقب کاملا نشیمن خوبی دارم، مثل که اینسی تفاوتی ندارن با هم دیگه، شاید تو دراز مدت یه مقدار خسته کننده باشم، آزاردهنده نیست که بخواید فشرده باشید. خدمت شما عرض کنم که کنترل وسطش هم که دو تیکه است، یه سیگاری که اون قسمت قرار گرفته و یه بوت 12 ولت، گردی کمر هم از این قسمت میتونید کنید صندلی راننده تنظیم کنید. رودری ها یه قسمت عقب هم جای آرنجی رو داره و میتونید دستتون روش قرار بدین که طولانی مدت خسته نکنه شما رو. در پایان امیدوارم که این مقایسه و معرفی امکانات رفاهی و فنی این دو خودرو به دردتون خورده باشه. با تشکر از شما.